رفیق مال شاهروخ رو چرا کشتند؟ عنوان گفتار این هفته ارژنگ بامشاده که همکارم مریم امانی بازخوانی کرده. خبر کوتاه بود. رفیقمان شاهروخ زمانی را هم کشتند. او را هم مثل ده ها زندانی دیگر که به بهانه های گوناگون کشتند. از سعیدی سیرجانی گرفته تا خیل عظیمی از شهدای آزادی عقیده و بیان، زهرا بنی یعقوب، زهرا کاظمی، اکبر محمدی، ابراهیم لطف‌اللهی، امید رضا سیافی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی، علیرضا داوودی، حسن ناهی، هدا صابر، محسن دکمچی، افشین سانو و بسیارانی دیگر. او خود در یکی از پیام‌های بیشمارش قصد امنیتچی‌ها برای کشتنش را نوشته و از دوستانش درخواست کرده بود در صورت مرگش به اشتراک گذاشته شود. او چنین نوشته بود: در پایان قابل تذکر می باشد که در اداره اطلاعات به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم تهدید به مرگ شدم، از جمله مسمومیت، قرار دادن در کنار افراد عادی مبتلا به ایدز، وادار کردن افراد نامتعادل روانی، جانی و خطرناک به درگیری با من، قرار دادن افراد اطلاعاتی در پوشش زندانی در کنار من که مرا تشویق به فرار کنند تا حین فرار با تیر کشته شوم، که با شناسایی و افشای این افراد از آنها دور شدم. مأمورین مردمی و خوب زندان چندین بار در زندان در این مورد به من تذکر دادن که با توجه به نمونه مهندس امانی، مبارزی که توسط مأمورین از طریق فرار ساختگی از بین برده شد، مواظب خودم باشم. در مورد هر گونه عواقب از این قبیل من به همه هشدار می دهم. مرگ من در زندان به هر دلیل متوجه مسئولی می باشد. با توجه به این نوشته جای تردیدی باقی نمی ماند که برای قتل او نقشه کشیده بودند و به خودش هم اعلام کرده بودند. اما چرا؟ سیاست سرکوبگرانه جمهوری اسلامی از همان آغاز تلاش برای شکستن انقلاب مردم و در هم شکستن مقاومت توده‌ای و سازمان یافته و بالاخره بی سر کردن جنبش بود. کادر کشی، از بین بردن رهبران عملی و طبیعی و بی سر کردن سازمان‌های سیاسی و توده‌ای یکی از اصلی ترین سیاست‌های جنایتکارانه جمهوری اسلامی بوده و هست. کشتار رهبران و کادرهای سازمان‌های سیاسی سراسری و ملی در تمامی دهه 60، قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان 1367، قتل‌های رذیلانه زنجیره‌ای که داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، فیروز دوانی، دکتر کاظم سامی، ابراهیم زالزاده، حمید حاجی‌زاده، مجید شریف و 45 فعال سیاسی و فرهنگی دیگر به کام مرگ کشان و ترورهای جنایتکارانه در خارج از کشور که به قتل شاپور بختیار، عبدالرحمن قاسملو، سعید شرفکندی، غلام کشاورز، فریدون فرخزاد و نزدیک به 200 نفر دیگر از کادرهای سازمانهای سیاسی گوناگون و رهبران احزاب و گروه‌ها منجر شد، در چارچوب این سیاست دنبال شده است. آنها برای توجیه مزدورانشان در اجرای این اقدامات جنایتکارانه عموماً به این آیه متوسل می شوند که سزای کسانی که با دوستداران خدا و پیامبر می جنگند و در زمین به فساد می کوشند جز این نیست که کشته شوند یا بددار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این رسواییانان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت. اجرای این سیاست ددمنشانه در مقاطع گوناگون با شرایط زمانی هر مقطع توجیه می شود. اخیراً مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی و یکی از سه عضو گروه مرگ در قتل عام تابستان 1367، پس از سالها سکوت درباره این اعدام‌های ددمنشانه گفته: ما از ابتدای انقلاب و در طول سالهای جنگ تحمیلی با ضد انقلاب و نیروهای روبرو بودیم که قصد سرنگونی انقلاب با هدف جدایی طلبی داشتن و از هیچ جنایتی هم فروگذاری نمی کردن. به هر حال اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود، نمی توانستیم مقابل ضد انقلاب با
گروهک‌ها و منافق میسیم. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد، نمیتواند در خصوص حوادث آن سالها به درستی قضاوت کند. باید واقعیت‌های جنگ را درک کنیم. اگر قتل عام زندانیان سیاسی به شرایط جنگی نسبت داده می‌شود، قتل‌های زنجیره‌ای با هدف جلوگیری از انقلاب مخملی توجیه می‌گردد. اعدام‌ها و کشتار در زندان و به حبس کشیدن رهبران سیاسی پس از مبارزات ضد استبدادی تابستان و پاییز 88 هم مبارزه با فتنه قلمداد می‌کنند. اما اکنون در چه شرایطی قرار داریم؟ سکانداران حاکمیت در جنگ هسته‌ای شکست سختی خوردند. تمام پروژه هسته‌ای حاکمیت اسلامی که صدها میلیارد دلار پول این مملکت را بلعید و سالها سخت‌ترین و مصیبت‌بارترین شرایط را با شعار پوچ و بی‌محتوای انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست بر مردم تحمیل کرد، به یک بار منجمد شد تا جایی که رهبر رژیم توان قانع کردن جیره‌خواران بسیج شده‌اش را نیز نداره. شکست رهبر رژیم در پروژه هسته‌ای و سیاست منطقه‌ای مکمل اون بر ویرانه به نام اقتصاد و محیط زیست سلطان و لخت و اول به مردم نشون داده. این وضعیت باعث غضب سلطان شده. در چنین شرایطی که سیاست‌های عصر سلطان صاحب قران بر متن سیاست‌های حال نئولیبرالی چپ و ولگرد کشور رو به ویرانه‌های وحشتناک تبدیل کرده و دامنه دزدی‌ها و غارتگری‌های مقامات حکومتی اونها رو در میان مردم رسوا ساخته و زمینه رشد جنبش‌های اجتماعی و از جمله جنبش طبقه کارگر رو آشکارا تقویت کرده. به جهت نیست که مهرنامه‌ها و اندیشه نوها مدام از خطر چپ در می‌زنند، تا جایی که وقیحانه دستان رفیق شهید ویژن جزنی رو تا آرنج در خون بر پشت جلدشون می‌نشونن و مردم رو از شبح مارکس می‌ترسونن. اونا از توده زحمتکش، از قولی که در پایین خفته به وحشت افتادن. اونا وقتی که معلمان سراسر کشور در چهار حرکت سراسری حقوق و خواسته های برحقشون رو درخواست میکنن، شبح این قول خفته رو میبینن و به وحشت میفتن. از این روی که باید این جنبش بیسر بشه. دستگیری های گسترده فعالان صنفی معلمان و دیگر فعالان کارگری و بریدن حکم 9 سال زندان برای محمود صالحی در چنین فضای قابل توجیه. قتل جنایتکارانه شاهرخ زمانی برای این بستر رخ میده. واکنش گسترده نسبت به این جنایت هولناک و حضور صدها نفر در مراسم خاکسپاری پیکر رفیق شاهرخ زمانی نشون داد که تا چه اندازه در قلب فعالان کارگری، کنشگران اجتماعی، دانشجویان آزاده و مبارزان سازمانهای سیاسی جای گرفته و به یکی از رهبران طبیعی و جسور جنبش کارگری و کمونیستی کشور تبدیل شده. این را گزمه‌های سلطان دریافتند و از این رو او را در اسارت به شهادت رسوندند. اونا با این جنایت میخوان به همه فعالان کارگری و چپ و همه کنشگران اجتماعی هشدار بدن. اما جنبش انقلابی توده‌های اعماق که غسل تعمید خون دیده از پیش روی باز نخواهد ایستاد.